سخاوت بعضل بخشش کرم جوانمردی عطا چقدر صفات خوبی است که در وجود من و تو باشد وقتی ما و شما دوستای خود رو میبینیم از اینا تعریف میکنیم فلانی چقدر موهای مقبولی داری فلانی چقدر چهره زیبایی داری فلانی لباس خود را از کجا خریداری کردی این کفش های خود را از کجا خریداری کردی چه سنگ های خوبی بالای خانه خود کار کردی صفات ظاهری بسیار دوست داریم که تعریف بکنیم و یادآور بشیم چه قدر خوب است که دوست ما برادر ما پسر ما عزیزان ما یک صفات باطنی هم بیان بکنیم فلانی میگی بسیار آدم سخاوتمند و جوان مردیه تعریف و توصیف باطینی داشته باشیم صورت زیبا نمی آید به کار حرفی از معنا اگر داری بیار تمام زیبایی تو به تبی بنده و تمام مال و منال تو به شبی بنده دگه چی داری که به خود ببالی؟ اما اگر سخاوت داشته باشی جوانمردی داشته باشی از دور هم تو را یاد میکنه فلانی بسیار آدم جوانمرد و سخی هست مولای متقیان فاتح باب خیبر حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرموده است سخاوت محبت میرویاند فکر بکنیم داخل این گلدان تخم سخاوت به کار محبت روش بکنه سخاوت محبت می رویاند و اخلاق را زینت می دهد. سخاوت محبت می رویاند و اخلاق را زینت میدهد. ابن عباس رضی الله تعالی عنه از رسول صلوات الله علیه روایت کرده است رسول صلوات الله علیه سخاوتمندترین مردم بودند و اوقاتی که سخاوتشان بیش از حد به نمایش گذاشته میشد در ماه مبارک رمضان بود به گفته ابراهیم ادهم علیه السلام والسلام که فرمود بسته را بگشا و گشاده را بمن فرمودن ای ابراهیم سخنت چه معنا داشت گفت کیسه بسته را بگشا و دهان گشاده را ببند بیمنت بخشش کن سخاوت تو ام با جوانمردی یک توصیف بهتری داره سخاوت تو ام با جوانمردی معنای واقعی خود را به نمایش میگذاره پس چقدر خوبه با سخاوت کردن و دست همتی بزرگ داشتن محبت خلق بکنیم محبت برویانیم برترین انسان ها انسان سخاوت پیشه و صاحب یقین است یقین داشته باشد که خداوند بی مننت به او می پس تو هم دستی با کرم و بزرگ داشته باش دستانی توانمند داشته باش برای خیر و خوبی فست بقل خیرات در کار خیر سبقت بگیرین در کار خوب بخل و حسد بکنین در صدق دادن در سخاوت کردن و این توصیه رب و والجلال در قرآن برای همه بندگان خوبش هست سبته <تصفح> بعدی فرموده شده کسی که با دست کوتاه می بخشد با دستی بلند به او بخشیده می شود یاد شما نره دوستا این جمله خیلی انگیزه میده جمله بسیار انگیزشی است که ما تلاش بکنیم از امشب به بعد سخاوت خود نشان بدیم به اقوام به خواهر به برادر به اطرافیان نزدیک خود سخاوت خود نشان بدیم که چقدر که چقدر نبودم تأثیر گذار میتونه باشه قدر آینه بدانیم چو هست ندارن وقت که افتاد و شکست با دستی کوتاه بخشش بکن که با دستی بلند بر تو بخشش بشه میگه هر کس بخشش هر کس به اندازه عشق اوس پس چقدر خوب عاشقانه ببخشیم بی ببخشیم سخی باشیم خدایا به من هم توفیق سخاوت نصیب بکن خدایا به من اول توفیق بده تا هر چه میگم در وجود خودم پیاده بشه مرا هم دوستا بگن فلانه مجری سخاوت من خدایا به من توفیق بده به من مال و منال بده و دست و دل دلبازی بده که من با این اموال انفاق و راه خیر پیشه بکنم با دست کوته ببخش تا با دستی بلند به تو بخشیده بشه جمله ای که گفتم بسیار بسیار انگیزشیه هر کس بخشش هر کس به اندازه عشق اوست قرآن عظیم و شن آیه مبارکه در ابتدای جزء چهار روم هست لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون از او چیزی که در نزد شما بسیار عزیز هست در راه پروردگار خود خرج بکنین و این سخاوت شما نشان بده سخاوت هم دوستا فقط در پول دادن نیه خیلی از راه های دیگری هم برای سخاوت هست که ما سخاوت خود نشان بدیم گاهی اوقات سکوت کردن گاهی اوقات وقت دادن و شنیدن حرف دیگران گاهی اوقات جای خود را بخشیدن به برادر خود مسیر سخاوت زیاد دوستای عزیز اگر ما واقعا بخوایم سخاوت خود خرج بکنیم و سخاوت نشان بدیم مسیر زیاد داریم پس تلاش بکنیم که جوانمردیر پیشه بکنیم مادران و پدران به فرزندان خود جوانمردی بیاموزین در این پار جمله مقبول دیگری هم به شما تقدیم بکنم فرموده شده بخشنده ترین مردم کسی است که به کسی عطا بکند که امید بخشش از او را نداشته باشد بخشنده ترین مردم کسی هست بخشنده ترین مردم کسی هست که به کسی عطا بکند که امید بخشش را از او نداشته باشد بیمنت بدی توقع نداشته باشی که امروز من به تو کمک میکنم به امید ای که فردا امید داشته باشی توقع نداشته باشی من امروز به تو کمک میکنم یادتو نره کمک مه که من بودم فردا جبران بکنی این خود جوان مردی نمیشه یک سودا و معامله هی. دارید معامله میکنی معامله رو با خدا بکن که اضافه مضاعفه هی hey, ازدیاد بشه هی hey, زیاد بشه هی hey, زیاد بشه خدایا من ده روپیه دادم امروز دارم هزار روپیه میگیرم خدای من ده روپیه دادم چقدر خدای زیاد شده پس چقدر خوبه که سخاوت ما جاریه باشه کاری بکنیم که نفع یک گروهی در او باشه نه یک فرد کاری بکنیم که نفع یک گروه در او باشه بعضی از انسانها انقدر لعیم هستن که نمی خورن نمی خورانه بعضی انسانها انقدر بخیل و حریص هستن که شاعر میگه زمین را گرشوی صاحب تمع بر آسمان داری به وقت مردنت آمد نه این داری نه آن داری پس چقدر خوب است که کمی از خود سخاوت به خرج بدین او هم در ماه مبارک رمضان و گفتم سخاوت هم فقط پول خرج کردن نیست نیت خیری بالای برادر مسلمان خود بالای خواهر مسلمان خود داشته باشین تا او هم به چیزهایی که دوست داره برسه کمی رویاهای او را به حقیقت بپیوندین کمی او را با خوبی ها آشنا بکنین و سخاوت باطینی و یک صفت باطنی در خود ایجاد بکنین که دوستان شما شمار با او صفت باطینی بشناسند یک سروده مقبول تقدیم شما عزیزان میشه این سروده مقبول را بشنویم در پارت اخیر برنامه با چند جمله مقبول با شما خواهیم من عاشق مو عاشق ذي الدار مدينة من عاشق مو عاشق ذي الدار مدينة خواهم زخذ لاح زیدی دار مدینه خواهم ز خدا لح زیدی دار مدینه در خیل و تشب یکونم بهر و سالش يا رب مي بازار مدينه يا رب تلبم جا مي بازار مدينه اي صاحبك او بتسد رحمة أي صاحب كوسار بطسد رحمة حقبان روشا زقدما شذق <applause> الزار مدينة روشا زق shoot them شبيطار مدينة من عاشق مو عاشق الدار مدينا مدينة من عاشق مو عاشق الدار سيدي دار مدينه هل رجع كبار نشدو ما اقصدم حوسيل هل رجع نشدو ما

من عاشق معاشق دلدار دل دار مدينه خا همز خذاله زيدي دار مدينه خا همز خذاله زيدي دار مدينة